احتمالاً اگه شما هم دنبال جواب این سوال هستید که آجیل خام بهتره یا آجیل بوداده، پیشنهاد میکنم این ویدیو رو تا آخر تماشا کنید. من نسرین معیدنیا هستم، دکترای علوم و صنایع غذایی. مغزها مثل انواع بادوم، انواع تخمه، فندق، پسته، گردو و امثال اونها از مواد غذایی بسیار ارزشمندی برای ما هستن که از مهمترین دلایلش میتونیم به این موارد اشاره کنیم. مورد اول، چربی اونها، البته بهتر بگم روغن اونها، عمدتاً از نوع غیر اشباعه که هم کلسترول خون رو پایین میاره و هم برای سلامت قلب و عروق مفیده. از طرفی روغن اونها هیچ کلسترولی نداره چون منشأ گیاهی داره. مورد دوم، مغزها پروتئین خوبی هم دارن و همینطور بعضی از اسیدهای آمینه خاصی رو دارن مثل آرژنین که در سلامت رگهای خونی اهمیت داره. مورد سوم، مغزها با فیبر خوبشون هم به فرد احساس سیری میدن و از پرخوریش جلوگیری میکنن و هم به رفع مشکل یبوست میتونن کمک کنن. مورد چهارم، مغزها آنتی اکسیدانای خیلی خوبی هم دارن، مثل خیلی از پولیفنول هاشون و همینطور توکوفرولشون که همون ویتامین ایه. مورد پنجم، ویتامین های مغزها هم خیلی خوبه، خصوصا به لحاظ همون ویتامین ای که خاصیت آنتی اکسیدانی هم داشت و یا ویتامین هایی از خانواده بی مثل B1، B2 و B3 و فولاد. و مورد ششم، مغزها مینرال های خیلی خوبی هم دارن، مثل فسفر، پتاسیم، سلنیوم، مس، روی، آهن، منیزیم و کلسیم و امثال اونها. حالا این مغزها رو ما هم به شکل خام مصرف میکنیم و هم به شکل فراوری شده، یعنی اصطلاحاً بوداده شده، که خب نوع بوداده شاید طرفدارای بیشتری هم داشته باشه به خاطر خوشمزگی بیشترش، عطر و طعمی که داره و همینطور برشتگیش و شاید ظاهر مشتری پسندترش. و البته اینم در نظر داشته باشیم که گرچه بعضی از مغزها مثل پسته و بادوم و فندق رو ما به شکل خامشون هم مصرف میکنیم، ولی مثلا انواع تخمه رو اگه به شکل آجیل مصرف میکنیم عموما همه از نوع بوداده هستن. حالا اینجا یه سوال مطرح میشه که آیا مصرف آجیل خام و بوداده به لحاظ ارزش غذاییشون فرقی هم با هم دارن یا نه؟ یا به عبارت دیگه، آیا واقعاً مصرف آجیل خام سالم‌تره؟ برای جواب به این سوال اول بهتره بدونیم که در بودادن مغزها چه اتفاقی می‌افته. بودادن مغزها یه فرایند حرارتی مخصوصه که در اون از هیچ مدیای انتقال حرارتی استفاده نمیشه، به طوری که مغزها در معرض حرارت مستقیم رطوبتشون گرفته میشه و خشک میشن و به نوعی پخته میشن. این کار توی خونه به سادگی توی ظروفی مثل تابه انجام میشه، ولی خب به شکل صنعتی توی دستگاه‌های توستر و برشته ساز و آونهای خاص با کنترل دما و شرایط مخصوص خودش صورت میگیره. اما به هر حال این حرارت دهیه که مهمه، که میتونه به ارزش مواد مغذی مغزها آسیب برسونه، از نظر آسیب به ویتامین های حساس به حرارت اونها که خب بسته به درجه حساسیتشون از بین میرن، مثل بعضی از ویتامین های گروه B و ویتامین C. ویتامین E که یه آنتی اکسیدان قویه در این شرایط تغییر میکنه و تا حدود زیادی قدرت آنتی اکسیدانیش رو از دست میده. روغن‌های غیر اشباع مفید مغزها تحت فرایند اکسیداسیون حرارتی خیلی از خواص مثبتشون رو از دست میدن. ترکیبات پروتئینی و اسیدهای آمینه خاص و ارزشمند مغزها با محتوای قند اونها وارد واکنش قهوه‌ای شدن غیر آنزیمی مایلارد میشه که البته وقوع همین واکنش میتونه به جهاتی مثبت تلقی بشه و به جهاتی هم منفی باشه. مثلا از جنبه‌های مثبتش اینه که اینطوری محتوای قند کل مغزها کم میشه و این میتونه برای افراد دیابتی از این نظر خوب باشه. یا عطر و آروما و مزه خاص و دلپذیر آجیل‌های بوداده و همینطور ظاهر برشته و رنگ خوشایندشون هم به خاطر وقوع همین واکنشه.
و اما جنبه های منفیش. از نظر افت ارزش پروتئینی مغزها و غیر قابل دسترس شدن همون اسیدهای آمینه با ارزششون، به خاطر تشکیل ترکیبات مضری مثل آکریل آمید و هیدروکسیمتیل فورفورال در مغزها که خب طبیعتاً هرچه مرحله بودادن بیشتر و طولانی تر و با دمای بالاتر باشه، این ترکیبات هم بیشتر در اونها تشکیل میشن. و چه بسا حتی بعضن در حین بودادن به مغزها آبلیمو و شکر و سرکه هم برای خوش طعم کردنشون اضافه میشه که خب اینا هم میتونن روند انجام این واکنش رو حتی بیشتر هم بکنن. حالا بعد از این حرفا خوبه اینجا چند تا نکته مهم رو هم بشنوید. نکته اول، همونطور که میدونید به مغزها در حین بودادنشون نمک اضافه میکنن که خب این میتونه به نوعی باعث افزایش ورود سدیم اضافه به بدن بشه و این مورد برای افرادی که محدودیت مصرف سدیم دارن، حالا به دلیل فشار خونشون یا بیماری های دیگرشون، میتونه نکته خیلی مهم و قابل توجهی باشه. نکته دوم، بعضن در حین بودادن مغزها به اونها ترکیب مالتودکسترین هم اضافه میکنن، هم به جهت اینکه ظاهر براق و زیباتری پیدا کنه و هم برای نشست یک نواختر نمک روی این مغزها. این ترکیب چون از دسته قندها و کربوهیدرات‌هاست، برای افرادی که قند بالا دارن یا باید از این نظر پرهیزاتی داشته باشن میتونه مشکل آفرین باشه. نکته سوم، بودادن مغزها به دلیل کاهش محتوای رطوبتشون و همینطور به خاطر نمکی که به اونها اضافه میشه باعث افزایش ماندگاریشون میشه. اما در نظر داشته باشید که این حرارتدهی نمیتونه مثلا سم آفلاتوکسین احتمالی موجود در اونها را از بین ببره. سم آفلاتوکسینی که به دلیل آلودگی قارچی مغزها در شرایط انبارداری نامناسبشون میتونه در اونها به وجود بیاد. پس نهایتاً همیشه توجه داشته باشیم که اولاً در مصرف آجیل ها و مغز ها هم مثل هر ماده غذایی مفید دیگه ای اعتدال داشته باشیم و در نظر داشته باشیم که اینها کالری بالایی هم دارن. و دوماً یادمون باشه که قطعاً مصرف آجیل خام ارزشمندتر از آجیل فراوری شده و بوداده است. و سوم اینکه همیشه این مغزها رو از مراکز عرضه معتبر تهیه کنیم که تحت نظارت سازمان‌های مربوطه سلامت و کیفیتشون کنترل میشه. امیدوارم با نکاتی که شنیدید جواب سوالتون رو به روشنی به لحاظ علمی گرفته باشید. اگه علاقه من به دریافت چنین اطلاعاتی هستید، میتونید با دنبال کردن کانال و فعال کردن زنگوله‌ای کنارش به محض انتشار ویدیوهام از اونها مطلع بشید. متقابلاً من هم منتظر دریافت نظرات و تجارب و سوالاتتون هستم و مثل همیشه از همراهی ارزشمندتون سپاسگزارم.